اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایه الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق الله العظیم عزیزا در صفحات اجتماعی امروزه زیادتر جمله دست به میشه که ما در آینده ها بر فرزندای خود میگیم که مسلمانان آواره به ماه پناه و در حالی که مکه نزدیکتر از ما بود این جمله را زیادتر ذکر میکنن و این را هم ربطش هم میتن به خانم انگلا مرکل صدر آلمان واقعا این جمله را در کانال ها در سایت های اینها وقتی که میبینیم در محافل اسلام سیتیزا وقتی که میبینیم بسار ناراحت میشیم فکر میکنیم که یک ابر بسار غبارالود سیای تیره بر ما تلو کرده و هیچ وقت خسر ما دور نمیشه اما اول ما میپردازیم ببینیم که جمله آیا خانم مرکل گفته نگفته اولی را بفهمی عزیزا که نه خیر ایره نگفته در خبرگزاری بی بی سی در تاریخ 26 آگوست سال 2015 مطلبی را در مورد مهاجران که به طرف آلمان پناه بردن نشر کرده بود در زیر نظمو مطالب جملاتی را نوشته کردن کاربرانش نوشته کردن نظریات خود را دادن که یکی از کاربرها این مطلب را نوشته کرده پس ایره صدر آلمان نگفته یک دوم حالا فرق نمیکنه بر ما که یک صدر زم آلمان گفته باشه یا کس دیگه گفته باشه این جمله شهرت جهانی پیدا کرد و ما مجبور هستیم پاسخ بدیم چند پاسخ میدیم اولی که میگه ما به فرزندای خود میگیم که مسلمان های آواره به ما به پناه بردن حالان که مکه نزدیکشان بود ما هم سخنان داریم به فرزندان خود که بگیم چندین سخن داریم اگر عمر باقی بود دانه دانه اینها را به فرزندان خود میگیم درباره شما هم میگیم درباره خود هم میگیم اولی را میگیم برشان همین هروپایی ها بودن که بعد از قرنها انتظار انتقام شکست هایی که از امپراتوری عثمانی خورده بودن را از امت اسلامی گرفتن شکست هایی را که امپراتوری عثمانی به اینها وارد کرده بود آمدن انتقامش را از امت اسلامی گرفتند. آنها میگیم که همی اروپایی ها بودن که اسلام را تک تکه, تکه کردند مسلمان ها را تک تک کردن و در بین خود سرزمین هایشون رو تقسیم کردند در بین خود گفتن لیبی از ما عراق از ما مصر،, مصر از ما سوریه از ما از شما ایش از ما افغانستان از فلانی پاکستان از فلانی اینها را آمدن کشورهای اسلامی را اینها به خود در بین خود تقسیم کردند و استعمارگری را در اینجا تدبیق کردند و چیز دار و نداره که ما داشتیم ای جوانا ای فرزندان ما اینها به یغما بردن دزدی کردن در بین خود تقسیم کردن و زمامدارهای را آوردن بر بالای ما حاکم ساختن که به تبلشان به دول اونها میرقصیدن شما ببینید کشورهای اسلامی را اکثر کشورهای اسلامی بزرگان که در رأس از او دست دستنشانده اینمی اروپایی ها هستن اینمی استعمارگرا هستن که به ساز اونها میرقصن تمامشه که حساب کشورهای محدود یک دو تا اگر نام بگیریم دیگه تمام کشورهای اسلامی بزرگانشان سیاست مدارانشان رئیس جمهورایشان ملکه هایشان کلشان گرویده اینها بودن این ما با فرزندان خود میگیم این میگیم با فرزندان خود که زمامداران داشت مسلمان های ما که بعد از مرگ نخست وزیر اسرائیل شیمون پرز وقتی که در سال 2016 رفت از بین رفت کسی بلند شد و برش گفت که خالد ابن احمد آل خلیفه آمد برش گفت که شیمون مرد جنگ بود و مرد صلح بود و خدا او را رحمت کنه میگیم که این خبیس های در میان ما بودن که امت اسلامی به یالت رسید به فرزندهای عزیز خود میگم که همین اروپایی ها بودن که در جنگ جهانی دوم آواره شدن به کشورهای اسلامی آمدن همیا دو هزار یونانی به سوریه پناه بردن در حلب برشان زمین دادند، سکنا دادند، در زندگی کردند. ولی بدبختانه ببینین که کشورهای ما را که اینها پایمال کردن از بین بردن بازی قسمی از ما اینها پذیرایی میکنن و فرزندان خود میگیم که جنگ هایی را که در کشورهای اسلامی دامن زدن اینها اروپایی ها بودن آمریکایی ها بودن که جنگ را در کشورهای اسلامی دامن زدن ریزی ها را دامن زدن برشان میگیم که امت اسلام را اینا تک تک کردن به فرقه فرقه تبدیلشان کردن نفاق اینها در میان امت اسلامی انداختن که امت اسلامی امروزه متاسفانه و حالت رسیده و ای باعث شد که جوانان ما بره به کشور اینها و این هم یک نوع ترفند بود که اینها باید به با کشورهایشان برن و چرخه اقتصاد خود بر بالای اینها بچرخانند این کار کردن شما ببینید در اروپا در در کشورهای امر... آمریکا در کشورهای اروپایی چقدر مهاجرین کجا رفتن کار خوب میکنن تمام این اکثریت اینها کارهای شاقر انجام میدن و چرخه اقتصاد خود را بر بالا اینها میچرخانن بر فرزندان میروان خود میگیم که فرزندان ما کشور آلمان هن هم دست و دلباز نبود آلمان گفته بود پناجوان که به ما میایم کسایی که بی سرپنا هستن کسایی که خانمان ندارن از اینها استفاده میکنیم تا چرخه اقتصاد خود را پیش ببریم این ما نمیگیم شما ببینید خبرگزاری اشپیگل در 27 اگوست سال 2015 مطلب نشر کرده و به فرزندان خود میگیم که ببینید هفته نامه اکنومیست در 3 جانویه 2016 اعلان کرد که سلواکی، جمهوری چک، لهستان، بلغارستان شرط گذاشته بر مهاجرین که باید مسیحی باشن اگر مسیحی نباشن مسلمان باشن اینها رو نمیپذیرن کجاستن اینها مهاجر بدبخت بیچاره ای که در رفته کاش <تصفح> پیامبر علیه الصلاۃ و امروز زنده می بود آوارگی امت خاطر می دید کاش مردان دری سرزمین دری دری امت می بود که دوباره از بدبختی ما را نجات میداد اما متاسفانه نیست به فرزندان خود میگیم که امت اسلامی به خواب عمیق رفته بود بزرگای امت اسلامی به خواب عمیق رفته بودن هیچگاه بیدارم نمیشدن کشورهای دیگه بانک ها در نزد اونها تمام رسانه ها در نزد اونها تمام مراکز علمی در دست اونها تمام مراکز اکادمی در دست اونها رسانه ها مثل یوتیوب مثل فیسبوک مثل اینستاگرام تمام رسانه ها در اختیار اونها اختیار تمام کشورهای اسلامی را دارند تمام رؤسای کشورهای اسلامی غلامای اینها هستند برشان را میگم که بین الملل هم سازمانش در امو است بانک ها در امو است تمام اینها هستم اما امت اسلامی متاسفانه در خواب غفلت است یک امت مصرفگر یک امت بخور و بخواب امتی که به ده ها و به هزار ها گروه تقسیم شده به سم تقسیم شده به زبان تقسیم شده امت قسمی شده بله امتی که غرق از در چشمم چشمی امتی که غرق از در تخریب یک دیگر امت که غرق است در در غلامی غرب و غلامی اروپا اومد که غرق قصی که تمام سعادت را در عمل کرد اروپا میدانه بله ای را که آمریکا و انگلیس و فرانسه تصمیم گیری تمام کشورهای اسلامی را به داره هر تصمیم کنها بگیره غلامایش تدویقش میکنن بلکه ایره میگیم که مسلمان ما کسایی که مبارزین هستند وقتی که میامدن در سایت ها در فضای مجازی بس میکردن عزیزان بودند که میگفتن ما وقتی که رفتیم در سوئد بر ما میگن که یا ایسوی شو یا طبیعت برت نمیتیم حتی به کلیسا میخواستن چون مناظره میکردن و به شدت ازشان شان که باید ایسوی شد این رو برشان میگیم ولی برادر عزیز بسار سخنای زیاد داریم که باید به با فرزندان خود بگیم و ایران به فرزندان خود میگیم که از سال 2014 تا به حال 29 هزار شاید زیادتر از این مهاجرینی که رفتن کشته شدند در دریاها غرق شدند در جنگل ها غرق شدن حیوانات خورده شد. پلیسشان زدن تک کرده خانوادهشان از جنگ گرفته برشان لباتت کرده برشان تجاوز کردند این همه ظلم و جفا را در حق این مهاجرینی که شما جنگ ها را در کشورهای ما آوردین و شما آورده بودند پناه آورده بودند پنا و بودن. این قدر ظلم در حقشان کرد اینو بر برشان اما فارغ, فارغ از این پا عزیزا از زاویه دیگه بررسی کنیم این میگه کمی در سایت ها زیادتر آمده بود آیا واقعا میشه که یک کشور که خراب شد تخریبش کردن شش میلیون انسان بی سرپناه و آواره است آیا میتونه تمام اینها به یک شهر کوچک مثل مکه زندگی کنه شاید بگه نه خیر ما مطلب ما تمام جهان اسلام بود بیم ببینیم آیا بررسی کنیم که آیا جهان اسلام در جنگ سوریه مهاجرینی که مسافر شده بودن مهاجر شده بودن آواره شده بودن را کشورهای اسلامی جایی ندادن ببینید مثلا کشور ترکیه دو میلیون و هفت هزار نفر جای داد کشور لبنان یک میلیون و چلو هشت هزار نفر جای داد کشور اردن شیستد سه هزار نفر جای داد آلمان پینصد هزار نفره عراق دو هزار و و نفره مصر 120 هزار نفره سوئد 107 هزار نفره کانادا 26 هزار و 859 هزار نفرم، یونان 22 هزار فرانسه 11 هزار انگلستان 9 هزار آمریکا 3687 نفر برزیل 2 هزار روسیه 16 هزار همچنان ژاپن 50 نفر و ایسلند هم 50 نفر ببینید در رأسی کشورها تنها اگر امی آمار که گرفته شود تنها لبنان اگر ببینیم بندازی تمام کشورهای کفری تمام کشورهای اروپایی مهاجرین سوریه را جای دادن ترکیه سه برابر اینها را جای دادن یعنی تقریبا بالاتر از سه میلیون را جای دادن پس این نکات را وقتی که مد نظر میگیریم کشورهای اسلامی غمخوری کردن اما اما این باز هم میگم این تبره نمیکنه کشورهای توسعه یافته عربی را امارات متحده را کشورهایی که در, در مسلمان هستن و دست بالا داشتن بله میگیم که ظلم و جفا در حقشان کرده که این سخنها امروز متوجه ما میشه امروز متوجه ما میشه پس عزیزا این سخن باید تکان به تمام مطره امت اسلامی را باید بشورانه امت اسلامی را به خودش بیاره اتفاق اتحاد خود را درست بسازه تا بتانیم دوباره امت باشیم که دیگران را رهبری کنیم امت مصرفگر امت بخور بخواب نباشیم به امید روزه که بتانیم سر پای خود استاد و این همه بدبختی هایی که در کشورهای ما است که متاسفانه اکثریت اینها 60 فیصدش توسط استعمار از 60 فیصدش توسط دخاله های دخالت کردن های اروپایی ها و امریکای ها و سرزمین های ما هست و 40 فیصدش بدبختی خود ما است الله کمک کنه که بتانیم از این از ای بدبختی خود را نجات بتیم خداوند یارو مددگارتان